بسیار خوب همیهنان گرامی، در بخش دوم برنامه امروز 11 اسفند ماه 1392 یا دوم مارچ یا مارس 2014 میلادی قرار بود که با شما در مورد بخشی از خاطرات خود با دکتر شاپور بختیار صحبت کنم. امیدوارم بتوانم اون رو بسیار کوتاهش کنم که ظرف 30 دقیقه آینده بیشتر وقت نگیره و جزئیات بیشتر رو شاید در برنامه آینده عرض کنم. وقتی که انقلاب شد من در لس آنجلس، یعنی بعد از انقلاب، آخرین روزی که من در ایران بودم در زمان انقلاب همان عید فطری بود که در ایران در تهران به خصوص که من بودم موتورسیکلت ها رو دیدم که صبح روز عید فطر صدای موتورسیکلت گوش خراش بود و من از خونه با پیژامه واقعا اومدم سر خیابون، در خیابونی که برای شمالی اسمش بود، حالا نمیدونم اسمش چیه، در یکی از کوچه های اونجا زندگی میکردم در طبقه دوم. اومدم پایین سر خیابون ببینم چه خبره، چرا موتورسیکلت ها اینقدر صداشون بلنده و کجا میرند و چه میکنن. درد سر بهتون ندم، با همان پیژامه و دمپایی چنان من برام عجیب بود که همچنان با اینها رفتم و در خیابان پهلوی که باز هم نمیدونم امروز اسمش چیه، در روبروی یک سینمای بسیار مهمی بود و که اسم اونم الان یادم رفته، ساعت 12 شد و مردم به نماز عید فطر ایستادن و خلاصه فردای اون روز من از ایران اومدم که باید میومدم کار داشتم در امریکا، خانوادم رو در امریکا گذاشته بودن، آمدم. این رو فقط عرض کردم تا اینکه بگویم که بلافاصله بعد از اینکه خمینی گفت که من راجع به ایران هیچ احساسی ندارم و مسائل بسیار روشن بود دیگه که خمینی آمده تا بنیاد ایران رو براندازه، من یک حزب، اول یک نشریه به نام کاوش که 12 شماره منتشر شد و دیگه هم در اینترنت هیچ جا نیست ولی من 12 شمارش رو دارم، منتشر می کردم و بلافاصله یک حزبی درست کردم به نام حزب دموکراتیک خلق ایران در لس آنجلس و در طبقه 21 سنچوری پلازا، یه ساختمان عظیمی الان هم هنوز هست، این ساختمان بزرگ، در طبقه 21 دفتری برای این حزب گرفتم و اونجا حزب رو تشکیل میدادم و دائم هر روز صبح رسما در اینجا باز میشد، خود من بودم تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر و بعضی وقتها تا ساعت 12 شب جلسه داشتیم. به هر صورت یک باره، خب تا اینجا رو عرض بکنم که این حزب وجود داشت، یکی از اعضای این حزب دو تن بودند، یکی به نام آقای افراسیاب بختیار و دومی به نام خانم شهیندخت بختیار که زن و شوهر بودن و خانم شهیندخت بختیار بسیار زیبا، بسیار خوش‌اندام. من در زمانی بودیم الان اگر بتونید مجسم بکنید که آقای شاپور بختیار پنهان بود در ایران و کسی نمیدانست که آقای شاپور بختیار در کجاست. این چیزی بود که همه
میگفتند و بر همه واضح بود که بختیار پنهان شد. تا اینکه یک روزی من یک دوستی در ایران داشتم که در آن زمان در لندن بود به نام الله رحیم قاسمی بختیار یا معروف به حاجی بختیار، بهش میگفتیم حاجی بختیار، چندین سال پیش فوت کرد. مردی بود بلند قد، بسیار باهوش و البته بی سواد، و داشتیم و شاید هنوز هم داریم که من خبر ندارم، ولی در آن زمان داشتیم کسانی که سوادی نداشتند ولی بسیار افراد ملی، پیروی بختیار، پیروی به وقت زنده یاد دکتر محمد مصدق، و ملی بودند. و این حاجی بختیار یا الله رحیم قاسمی بختیار هم در زمره آنها بود. من با او بسیار نزدیک بودم. حاجی بختیار تلفن کرد از لندن یک روز صبح، گفت حسیبی آب خوردن اگر دستته بگذار زمین، بپر توی هواپیما و بیا لندن. گفتم حاجی، بهش میگفتم حاجی، البته مکه نرفته بودم ولی معروف بود به حاجی بختیار. گفتم حاجی چه مطلب مهمیه؟ به من بگو، من که طاقت نمیارم تا اون موقع که من بیام به لندن و تو به من بگی، الان یه چیزی به من بگو. گفت به هیچ عنوان نمیتونم بهت بگم، باید بیای اینجا، بسیار بسیار مهمه. من هم به حرفش اعتماد داشتم، همانطوری که میگفت آب خوردن رو گذاشتم زمین و سوار هواپیما شدم و رفتم به لندن. وقتی رفتم به لندن در فرودگاه اومد منو برداشت و گفت که آقای بختیار همکنون در پاریس نشسته و منتظر من و توه. گفتم عجب خبری؟ و گفت هیچ کس نمیدونه و یادم نیستش که آیا با پرواز کردیم به پاریس یا با اتومبیلش رفتیم به پاریس. رفتیم به پاریس، رفتیم پهلوی بختیار و بختیار نشست و صحبت و به من گفت حسیبی شنیدم که تو حزب داری و شنیدم که تو نشریه داری در امریکا و به راستی این اولین نشریه و این اولین تشکیلاتی بود که در جهان بر علیه خمینی مشغول به اقدامات عملی بود. بر صورت گفتم بله اینها درسته. و گفت که من از تو میخوام که اون نشریه رو که به صورت مجله بود نه روزنامه، اون نشریه رو تبدیل کنی به یک روزنامه ای و این روزنامه رو مدیریت کنی و منتشر کنی. گفتم هر روز؟ گفت نه لااقل هفته یک بار. گفتم بسیار خوب و قبول کردم و سه روز هم اونجا بودیم که روزانه 3-4 ساعت با هم میگذراندیم و دوست عزیز من و همکار پیشین در راهسازی های شمال ایران آقای مهندس جواد خادم هم در اغلب جلساتی که من در اون سه روز بودم با ما بود، که آقای جواد، مهندس جواد خادم، وزیر آبادانی و مسکن آقای بختیار. خب من برگشتم به لس آنجلس و داشتم مقدمات امر رو برای انتشار روزنامه‌ای که فکر می‌کنم اسمش رو قرار شد بذاریم پیام ایران، به نظرم حالا باز هم ممکنه یه چیزی که ایران چوش بود حالا پیام ایران بود منتشر بکنیم. و من مشغول نوشتن سرمقاله اولین نشریه این روزنامه شده مشغول بودم و بعد مسائل دیگری پیش اومد. هر روز دو بار سه بار با آقای بختیار تلفنی حرف میزدیم. اون زمان ها هم تلفن ها مثل امروز نبود که سیایه گوش بده یا اینکه کسی گوش بده، ظاهرا نبود، حالا حداقل ما این رو میدونستیم کسی گوش نمیده. به صورت درد سرتون ندم،
مشغول نوشتن بودم و این سرمقاله تموم شد و ما چه کردیم؟ آمدیم و این سرمقاله رو به انضمام چندین مطلب مهم دیگه که آقای بختیار به من گفت که این مطالب رو با پست نفرست، من میترسم که گم و گور بشه و من میترسم که کسی به اون دسترسی پیدا کنه و تو با یک پیک، با یک آدم قابل اطمینان اینها رو بفرست به پاریس و جواب با همون آدم که میفرستی من جواب رو برات یا مطالب رو و سرمقاله رو میخونم و برات پس میفرستم و نظرات خودم رو میگم در نوشته و برات میفرستم. گفتیم بسیار خوب و آمدیم در همان حزب مطرح کردیم که آقای بختیار به ما این به من این حرف زده و باید یک نفر از شماها بره به پاریس. در این میان خانم زیبا، خانم بسیار خوشگل و خوشندام، شهین بختیار، همسر آقای افراسیاب بختیار، دستشو بلند کرد و گفت من حاضرم برم. همگان هم تصویب کردیم که او بره و ما و من یک بسته که سرمقاله بود و مطالب دیگری که مهم بود و یک نوار بود و اینها من گذاشتم در بسته و به دست خانم دادم و لاک و مهر کردم و گفتم این رو ببر و با خودت هم جواب رو برگرد. فرستادن این خانم به پاریس همانا و یک دل نه صد دل عاشق شدن آقای بختیار همان، به نحوی که این آقای افراسیاب بختیار که فامیل دور آقای دکتر شاپور بختیار هم بود و می دانست آقای دکتر شاپور بختیار ترتیبی اثری نداد که این زن شوهر داره، این زن افراسیاب بختیار از فامیل منه، هیچ، با ایشان بغل خوابی کرد و من همچنان نشستم که آقای بختیار قراره که پیغام پس بفرسته و سرمقاله روزنامه رو ببینه و از این مسائل. اون موقع من قریب 30 یا 31 سالم، بسیار جوان و کم تجربه بودم، البته هنوز هم جوانم، فراموش نکنم. عرضم به حضورتون که این مسئله که به طول انجامید، یعنی اون موقع ما نمیدونستیم که عاشق و معشوق شدن این دو، ولی خانم شهین بختیار بر نگشت. تخفیف سرمقاله چی میشه؟ من تلفن کردم به آقای بختیار که چه شد، خانم بختیار چه شد، گفت گویا کاری داره و اینا و اون مقاله رو من خوندم و به طور کلی باید عوضش کنی. گفتم خب چی کارش کنم، چجوری عوضش کنم؟ گفت که من حالا ترتیبی میدم به بهت خبر میدم. باز هم کوتاه میکنم، مسئله به اونجا رسید که یک روز آقای فرهنگ فرهی که میدانید یکی از دستاندرکاران رادیو تلویزیون در زمان شاه بود و همکنون هم در لس آنجلس هنوز، همسر او که بسیار از آقای فرهی محترم تر من میدانم او رو، متاسفانه فوت کرد قبل از آقای فرهی، فرزند آقای فرهی نیوشا فرهی که با من بسیار بسیار نزدیک بود و اون خاطره دیگری داره که چرا نیوشا فرهی خودش را آتش زد. یکی از دلایلی که خودش را آتش زد چه بود؟ اون رو هنوز به احدی نگفتم و بسیار مهمه و اگر بگم آقای فرهی دیگه باید سرش رو در لاک خود فرو ببره و در
عمومی ظاهر نشه. در صورت اون داستان دیگه ایست، روزی تعریف کن. هیچ آقای بختیار گفتن که آقای فرهی سرمقاله رو نوشتن و قرار برای من بیارن. من هم گفتم خب حالا اعتراضی نکنم، صبر کنم ببینم که تو این مقاله، تو این سرمقاله چه نوشته. آقای فرهی سرمقاله رو به من داد و همزمان هم اعلام کرد که کسی به نام آقای منصور، عرضم به حضورتون، انوری، منصور انوری که یک لور بختیاری بود و چندان هم سواد عمومیش کم بود، او هم یکی از مسئولین هست و آقای فرهی هم در رأس روزنامه هست و این هم سرمقاله است که من سرمقاله رو که خوندم تهواور بود، واقعا تهواور، برای اینکه دائم در مقاله به شونات آریامهری اشاره شده بود و ولیعهدی آقای رضا پهلوی. من شاخ درآوردم، واقعا این که میگم شاخ درآوردم کم نگفتم. این هم از این، و بعد هم اندکی بعد جریان پول گرفتن از صدام حسین از طریق آقای بختیار مطرح شد که من از ایشان پرسیدم این چه کاری بود و ایشان گفت آقای حسیبی مبارزه خرج داره و من پول رو قرض کردم و وقتی که نجات دادیم ایران رو، این پول رو به آقای صدام حسین پس خواهیم داد. من بلا فاصله به ایشان گفتم آقای دکتر بختیار، شما قرار بود که یک آدم دموکرات و مردمی و قانونمند باشید، آیا شما چنین اختیاری دارید که از سوی مردم ایران آن هم به طور پنهانی پول بگیرید و بعد از بودجه و از جیب مردم ایران بازپرداخت کنید؟ آیا واقعا شما این رو تایید میکنید؟ هیچی، روابط من و آقای بختیار تیره شد که با وجود این تا زنده بود سالی یک روز، روز صبح عید نوروز، یک تلفنی به او می کردم و سلام نامه تمام. عرضم به حضورتون سه روز پیش در همین مورد، چون می دونید آقایی به نام مستعار همنشین بهار نمیدانم در چه دامی افتاده، واقعا من ایشان رو که خاطرات خانه زندگان رو منتشر میکنه و میکرد و خاطرات زندان رو و احترام به او داشتم و همچنانم امیدوارم بتوانم داشته باشم، آینده روشن خواهد کرد. ویدیوی یک بار منتشر کردن و از خاطرات زندان بارو فرا گذاشته و آقای دکتر بختیار رو بردند به عرش اعلا که تقریبا 3-4 بار در وجنات آقای بختیار گفتن که او مصدقی راستین. من بسیار بسیار ناراحت شدم راستشو بخواید که چگونه یک آدمی مثل آقای همنشین بهار ممکنه بیاد این الگوی راستین صداقت و سلامت در سیاست نه تنها ایران، نه تنها در خاورمیانه، بلکه جهان رو نداریم مثل دکتر بختیار، مثل دکتر مصدق که 4 روز دیگه هم به روز 14 اسفند، روز فوت او خواهد بود، سالگرد که او در سال 1345 در اسفند ماه، 14 اسفند ماه، اسفند ماه صبح زود جان به جان آفرین تسلیم کرد. بسیار ناراحت شد که چگونه یک الگو رو
که همچنان الگوست برای جوانان ایران، برای نسل پیشین و مطمئنم برای نسل آینده، و همین ناجی ایران خواهد شد. به شما قول میدم همین ناجی ایران خواهد شد. مردم ایران ممکنه تفسیرهای غلاظ و شداد مفسرین و آقای همنشین بهار و دیگران رو گوش نکنن، نه کامپیوتر داشته باشن، در کوره دهات ایران، در سراسر ایران، زحمت کشان، ستم دیدگانی که سه شیفت باید کار بکنن، وقت این که اصلا ندارن به آقای بهار، همنشین بهار گوش بدن یا به حرفای من گوش بدن. این آدم ها سه مشخصه دارند، سه مشخصه عموم مردم ایران هم از بی سواد و کم سواد دارند. یکی این است که سیاست مداری که کمربند او یا بند شلوار او شل باشه نمیپذیرند، محال است بپذیرند. این فرهنگ مردم ایران شده که اولین قانون اساسی رو در خاورمیانه و کشورهای مشابه صد و هفت سال پیش ایجاد کرده. مردم ایران به احدی هم از زن یا مرد سیاستمدار که بند شلوار شل باشه اعتماد نمی کنه. دوم، مردمی که سیاستمداری که دستش از نظر مالی کج باشه نمی پذیرن، محال است بپذیرن. و آقای دکتر شاپور بختیار نه تنها از صدام حسین و دیگران پول گرفت، بلکه در زمانی که رئیس کارخانه قند و شکر بود، که این کارخانه قند و شکر متعلق به شازده ازود بود، این سهام رو برداشت و به پسر عموی خودش همون بختیار، همون تیمسار بختیار معروف داد. پرونده مالی ایشان بسیار قابل سوال و باید بگم بسیار آلوده است. بگذاریم. سومین مسئله‌ای که بین عموم مردم ایران رایجه، سیاست مداری که با بیگانه زیر و رو بشه، با بیگانه سر و سری داشته باشه نمیپذیرند ملت ایران. و دکتر بختیار هر سه اینها رو داشت، هم بند شلوارش شل بود چنان که عرض کردم، هم دستش در مسائل مالی کج بود چنان که عرض کردم، و هم با بیگانه سر و سری داشت. نگاه کنید، در بخش اول آقای دکتر رئیس دانا شمی بیان کردن، آقای بختیار بعد از اینکه من از او جدا شدم دیگه برملا شد که با همون علی امینی نوکر امریکا، با همین رضا پهلوی خائن وطن فروش روی هم ریخت. اجازه بدید قبل از اینکه وقت به پایان برسه یک کلیپی کمتر از دو دقیقه است، این رو گوش بکنید که آقای رزمارا، یکی از وزرای آقای بختیار در همان کابینه 39 افروزه، یکی از وزرای او بوده، ببینید چه میگه. او که وزیر کابینش بوده چه میگه؟ وای به حال آنهایی که وزیر کابینش هم نبودن. گوش بدید لطفا به این کوتاهه و برمیگردم و اگر وقت باشه بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. اجازه بفرمایید بعد اینجا.
ملاحظه بفرمایید، به دقت گوش بدید. آی دکتر، یک نکته دیگه که خیلی جالب از زبان شما بشنویم اون اینه که علی رغم همون مسائلی که خودتون فرمودید که از عراق گرفته تا کشورهای دیگه منطقه ببینید، نخواد به پارکی و کمکایی که بختیار شد الان به شما بگم کجا بگید. اول کسی که به دکتر بختیار کمک کرد اینجا شادروان رشیدی بود، از سلای رشیدی بود، 500,000 دلار داد، والازت اشرف بود، نمیدونم 500 یا 700,000 دلار داد، خیامی بود 700,000 دلار داد، عربستان سعودی 3-4 مورد داد که یه موردش هم زیاد قطعه بود، عراق در حدود 60 میلیون دلار داد. 60 میلیون دلار توجه کرد. کویت، نه کویت هم قطر نسی که داد، بین اینا بود، کویت یا قطر. این از صورت کلی پولهایی بود که به دکتر بختیار دادن. خب ملاحظه فرمودید همیاران گرامی، اینجا یه توضیح هم بدم که اون آقای منصور انوری همکار آقای بختیار و آقای فرهنگ فرهی آقای منصور انوری، منظورم اینه که فوت کرد چندین سال پیش و در مورد کشته شدن آقای بختیار به دست عوامل جمهوری اسلامی هم بسیار متاسفم و اون سر جاش، ولی مطالب هم سر جاش. آقای همنشین بهار نمیدانم چرا در چنین دامی افتاد و چنین ویدئویی، من حتی روی سایتی که باید کرد نگذاشتم و نخواهم گذاشت، و در مورد ویدیوهای گذشته ایشان و آینده ایشان هم شک خواهم کرد در بسیاری موارد، مجبورم شک کنم وقتی که در مورد بختیار چنین غلو می کند. من میخواهم بپرسم از آقای همنشین بهار، آقای جعفری، میخواهم بپرسم که آیا مصدق بند شلوارش شل بود؟ آیا مصدق در مسائل مالی دستش کج بود؟ آقای جعفری، آقای همنشین بهار، شما همنشین زمستان شدید گویا. آیا دکتر مصدق با بیگانه سر و سری داشت؟ چگونه شما او رو، شاپور بختیار رو، پیرو راه مصدق میدانید؟ عجبا 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 که هرچه مبارز و چپ و زندانی و زجر کشیده دوران شاه بود، یکی پس از دیگری به راست غلطیدن، و امیدوارم شما آقای همنشین بهار به راست در نغلطید و این ویدیو رو اگر بردارید از روی سایتتون، معناش اینه که به اشتباه خود پی بردید، و اگر بگذارید باشه همچنان، معلومه که شما هم به راست در غلطیدید، متاسفم برای شما اگر چنین باشه. زنده یاد دکتر محمد مصدق. وقتی همونطوری که میدانید همه، وقتی بانک جهانی آمد که حلال مشکلات بین انگلیس و او بشه، دست رد به سینه بانک جهانی زد. زنده یاد دکتر محمد مصدق حاضر نشد که بانک جهانی دخالت گره مسائل اون روز ایران باشه. شما چنین مردی رو با شاپور بختیار هم ردیف میکنید،
ای کاش میتوانستم بگم شرم بر شما و فقط میگویم شرم شرم هیچ بر هر کس. ملت ایران یک الگو داره، میبینید که نسل جدید ایران هم که اصلا نبوده و متاسفانه مطالعهش هم کم هست، همچنان راه مصدق رو در ذهن داره و پیش رو داره و مصدق رو به عنوان الگوی رهبر سیاسی میشناسه و همین نجاتگر ایران خواهد شد، چه شما بخواهید آقای همنشین بهار یا آقای همنشین زمستان، چه شما نخواهید. متاسفم برای شما. بسیار خوب، دیدید که آقای رزمارا وزیر آقای بختیار هم میگه که ببینید از اشرف پول گرفته. شما از اشرف والا حضرت اشرف بقولی شد کثیف‌تر موجودی در جهان میشناسی؟ آقای بختیار از او پول گرفت، از کویت یا نمیدونم از عربستان سعودی که امروز میبینید چه کار است. عربستان سعودی که اگر نمیدانستیم اون روز چه کار است، امروز میدانیم چه کار است. پول گرفت و از دیگرانی، از اسدالله رشیدیان پول گرفت. عجبا 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 آقای همنشین بهار. ضمناً تو یادم نرفته در روی سایت چه باید کرد، اگر تشریف ببرید چندین مقاله در مورد آقای دکتر شاپور بختیار در بخش مقاله ها گذاشتم که فعلا اون نواری که در بالا از چپ به راست میره همه اونها هست که روش کلیک بکنید میتونید مطالعه بکنید. آقای همنشین بهار برای شما هم فرستادم، ولی شما نمیدونم، ما البته که بسیار با ادب هستید و پاسخ میدید ایمیل ها رو یک روزی، برای اینکه در شما سراغ نداشتم که پاسخ ایمیل ندید، پاسخ تلفن ندید، بماند. مهم نیست، مهم نیست که شما چه میکنید، آنچه میکنید با خود میکنید. آقای همنشین بهار، حرفهای شما در ذهن جوانان ایران هم در مورد شاپور بختیار نخواهد نشست. شاپور بختیار 4 روز رفت غیبش زد، زمانی که در پاریس بود، زمانی که جنگ خانمان سوز 8 ساله بر علیه مردم ایران شروع شد، آقای بختیار 4 روز غیبش زد. به کجا رفته بود؟ چه کرده بود؟ رفته بود پهلوی آقای صدام حسین که الان وقتشه، حمله کن به ایران، حمله کن به ایران، زیرا افسران ارتش آن زمان رو آقای خمینی یکایک کشته و همکنون ضعیف شده ارتش، وقت حمله به ایرانه. شما این آدم رو تماشا کنید، از که دفاع میکنید و او رو به اوج برین میبرید. آقای جعفری، آقای همنشین زمستان، زنده باد استقلال، همان استقلالی که زنده یاد دکتر محمد مصدق میخواست. او قهرمان استقلال طلبی ایران بود، حتی قهرمان ملی شدن نفت نبود. کسی که او را بشناسه میدونه که او استقلال طلب اعظمی بود که تاریخ ایران و منطقه و حتی جهان به یاد داره. او استقلال طلب بود، او دخالت بیگانه را نمیپذیرفت در امور داخلی ایران و دیگر کشورها. آقای
جعفری، آقای همنشین زمستان. بگذاریم. زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت اجتماعی در ایران فردا. روز و روزگار به شما خوش. تا بخش بعدی برنامه.